سپاسگزارم از جناب محترم استاد عزت‌الله طارق در رابطه با معلومات مفیدی که ارائه کردن به امید شما خانواده نهایت عزیز هم شنیده باشند و معلومات دینی شما واقعا در رابطه با ماه مبارک رمضان افزوده شده باشد. بعضی حالات می‌بینیم که عدم آگاهی ما را وادار به انجام کارهایی می‌کنه که در شریعت اسلامی نیست و ما از روی عدم آگاهی کارهایی را انجام می‌دهیم که اصلا جا نداره در دین مبین اسلام، در حالی که دین مبین اسلام یک دین رافعیت است، یک دین شفقت و مهربانی است و هیچگاه سختی را برای بنده نگذاشته. پس با امید شما خانواده عزیز معلوماتتان زیادتر شده باشد و ما باز هم در این بخش از برنامه یک موضوع بسیار خوب خانوادگی را انتخاب کردیم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. ما همیشه در رابطه با اخلاق در برنامه صحبت های داشتیم و ای که در دین مبین اسلام اخلاق و موضوعات و مکارم اخلاقی چقدر مفید و مهم است و چقدر بالا از تاکید شده. حتی در برخی حالات میبینیم که حدیثی است که فلسفه بعثت حضرت پیامبر هم تکمیل مکارم اخلاقی است. و امروز میخوایم در رابطه با اخلاق در خانواده و مخصوصا در ماه مبارک رمضان که یک فردی که روزه میگیره و روزه‌دار است چی نوع سجای اخلاقی داشته باشه، آیا با اخلاق بیرون رمضانی تفاوت داشته باشه، یکی که در جریان ماه مبارک رمضان امان گونه که در سابق اخلاقش بود امان گونه باشه، یا یکی که چگونه تمرین کنه که اخلاقش بهتر خوبتر شود، یکی بعد از ماه مبارک رمضان. در این بحث ما را جناب محترم استاد امان الله احمدی امرایی میکنن و پیرامون این بحث نظریات بیشتری از اونها میشنیم. اما قبل از آن جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکات، خرسند هستم در برنامه امروز شما را با خود داریم. مهربانی جناب استاد. تشکر، زنده باشین. من خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، خرسند هستم جناب استاد که در برنامه حضور داریم. بین که قبل از اینکه راجع به اخلاق یک فرد روزه‌دار در کل خانواده و در اجتماعی که زندگی میکنه داشته باشیم، جا داره که در رابطه به خود اخلاق، بحث اخلاق و اینکه چقدر در دین مبین اسلام اخلاق از جایگاه و اهمیت برخوردار است، یک صحبت مقدمه داشته باشیم. پس نه در رابطه به اخلاق فرد روزه‌دار. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه و بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى في مكان آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. بدون شك دين الإسلام خود دين أخلاق است و اسلام به اخلاق نیکو امر کرده. همه دستورات اسلام اگر ما دقیق مطالعه کنیم اخلاقیات است و هر آن چرا که در اسلام نهی شده، اسلام از او منع کرده، او رذایل اخلاقی است، یعنی خلاف آداب اخلاق است. خوب است که اگر اجازه شما باشه به دوستا اول خود اخلاق تعریف کنیم. همین اخلاق که شما سوال کردین، بعضی ها اخلاق منحصر می دانند به خلق حسن. اینجا یک خلط شده یا بگیم یک مخالطه شده یا یک مغالطه شده که بعضی ها تعریف عام اخلاق نمی فهمند. اینجا تعریف خاصی که از اخلاق دارن و چی از خلق حسن است، یعنی برخورد نیکو. یک کسی را که می بینند که پیشانی با پیشانی گشاده با دیگران صحبت می کنند، برخورد ظاهریش خوب است، باز این را عام مردم می بینند که بسیار خوش اخلاق است، در حالی که امکان داره اون شخصی که ظاهرا خوش اخلاق است، برخورد نیکو داره، این شخص طاعت نکنه، عبادت نکنه، متعهد نباشه، مخلص نباشه، دروغگو باشه، خیانت کنه، اینی رذایل اخلاقی را انجام بده. اما مظاهرش که یک برخورد خوب داره، خوش اخلاق است به اصطلاح عام مردم، باز مردمی که بسیار اخلاق نیکو داره این شخص، این یک تعریف اشتباه از اخلاق است. این را باید دوستای ما بفهمند که اخلاق مثل که پیشتر ما اشاره کردیم، هر آنچه که اسلام به او امر کرده از آداب، از اوامری که گفته شده در اسلام، در حق اخلاقیات اینمی است. مثلا کسی دروغ نمیگه با اخلاق است، کسی دزدی نمیکنه با اخلاق است، کسی به وعده خود وفا میکنه این شخص با اخلاق است. اما کسی که خلاف قرآن، خلاف دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه، این شخص بد اخلاق است. امیدوار هستم دوستا اول این را تفکیک کنن. خلق حسن هم از جز اخلاقیات است، بله بدون شک. مثل پیشتر آیت هم خوندم، نرم خویی یا برخورد نیکو،
که در آیت قرآن کریم الله از پیامبر صلی الله علیه وسلم توصیف میکنه در این قسمت که فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت الله است که تو به اصحاب نرم خوی هستی، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو بدخوی می بودی، غلیظ القلب می بودی، یعنی قلب سخت می داشتی، قسی القلب می بودی، لانفضوا من حولک، یقینا مردم از ما حول تو فرار میکرد. و همین قسمه هم از شما می بینین یک شخصی که خوش اخلاق است، که هم بخشی از اخلاق است، این هم تأثیر داره، با مردم رفتار نیکو داره، اخلاق نیکو داره، مردم به او علاقه میگیره، دوستایش زیاد است. همون مقوله عربی است که من حسن خلقه کثر اخوانه، کسی که خلقش برخوردش نیکو باشه احبابش یا دوستایش برادرایش زیاد میشه. به می خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث زیاد تشویق میکنه به خلق نیکو، هم که لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجه تلق، یعنی از کارهای معروف و نیکو را هیچ چیز حقیر و کوچک مشمار، حتی ولو که با برادر خود با پیشانی گشاده هم روبروی شوید. بسیار خوب، پس میبینیم که بحث اخلاق در دین مبین اسلام یک بحث جامعه کامل و خیلی وسیع است و ابعاد مختلف زندگی انسان میتونه که در بر بگیره و هم کور کنه. و ما تعریفی که ما داریم و همیشه فکر میکنیم که جناب اساتور به خلق حسن و خوب تعریف کردن، اون میتونه جزی از اخلاق باشه. به امید از اینکه خداوند از اخلاق ما را بی بهره نسازه و ما را از جمله او بنده های راستکار خود برش بمانه، که همیشه سجایای اخلاقی را رعایت کردیم و از جمله افرادی بودیم که به این دستور خداوند اطاعت کردیم و فرمان بردار بودیم. حال چرا استاد در ماه مبارک رمضان اخلاق در خانواده و یا اخلاق یک شخصی که روزه داره چگونه باشه؟ آیا امی کفایت میکنه که یک شخص اخلاق داره، نماز میخونه، روزه داره، دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، امانت نگه میداره و حفظ میکنه، یا اینکه در ماه مبارک رمضان باید به این سجای اخلاقی دیگر موارد هم بیفزایه؟ بله، خود رمضان که ماه مبارک است و در این ماه انسان روزه میگیره، خود روزه باید بالا انسان تأثیر بگذاره. هر عبادتی که ما انجام میتیم باید در اخلاق و رفتار ما تغییر بیاید. مثلا در نماز گفته شده کسی که نماز میخونه از فحشا و منکر دور میشه، این الصلاة تنها فحشا و منکر. در باب زکات گفته شده که بر رسول الله صلی الله علیه و آله الله امر میکنه که از اونا زکات بگی تا اونا رو پاک بساز. کسی که حج میره از حج به مثل که نو از مادر تولد شده پاک میشه، تأثیر میکنه بالایش. عبادت عین شکل در باب صیام هم یا روزه هم قرآن اشاره میکنه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای مؤمنا بالای شما روزه فرض شده مثل که به امت های قبلی فرض شده تا شما با تقوا شین، پرهیزگار شین. یعنی رمضان هم در حقیقت یک مکتب و مدرسه است که انسان 29 روز یا 30 روز هم اختلافه که گاهی نظر به رؤیت هلال، این حال در این 29 یا 30 روز، شخص تغییر احساس کنه، خصوصا در اواخر رمضان. اواخر رمضان ای باید یک تغییر بسیار کلی را احساس کنه نسبت به اوائل رمضان. چرا؟ رمضان درس صبر میده، درس اولین درسش درس صبر است. بله، که ای از همین قسم از خوردنی نوشیدنی صبر میکنه، تحمل میکنه. پس عین شکل از کارهای دیگه هم که نارواست، نادرست است، یک کسی را به غضب می سازه، احساساتی می سازه، اما صبر کنه از خاطر الله. بله، همین قسم که از خورد و نوشی خودم نفس خود باز داشت، عین شکل از خاطر الله این کار کنه. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک حدیث میگه که لیس الشدید و بسرع، پهلوان نیست، شخص قوی نیست کسی که پهلوانی میکنه، انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، پهلوان حقیقی کسی است که نفس خود مالک میشه در وقت غضب. بنانی اگر کسی به حتی دشنام میتد، حدیث میگه که در روز، چون روزه سپر است و صیام و جن نگفته شده، روزه سپر است و اذا كان صوم يوم احدكم، هر یکی از شما در روز روزه باشه، فلا يرفث ولا يسخب، این دیگه از کلمات فحش بیهوده نادرست خودداری کنه. حتی میگه فإن صابه احد قاتله فليقل إني امرأ صائم، اگر کسی با جنگ میکنه دشنام میته، این در برابرش چی میگه؟
من روزدار هستم. پس از یک وقت خیلی کوتاه بازم صحبت استاد در رابطه با کسانی که ماه مبارک رمضان روزه میگیرن اما بعضی از موضوعات رعایت نمیکنن، مثلا پشت سر افراد دیگر غیبت میکنن، آیا این جمله اخلاق شخص روزدار است یا خیر، یا هم به این ترتیب بعضی مواردی که دور از اخلاقیات است. پس یک وقت خیلی کوتاه این موضوع را ادامه خواهد داد. سین فقط 17 روز دیگه تا جام جهانی 2018 مانده که از طریق شبکه جهانی تلویزیون آریانا به صورت قانونی و با کوالیتی بلند تقدیم حضور شما بیننده نهایت از مخاطبین همیشگی شبکه جهانی تلویزیون آریانا خواهد شد. بیننده نیم روز همچنان باشین و زنگ بزنید، پرسش دارین با ما در میان بگذارین، همچنان میتونین از طریق صفحه فیسبوک برنامه ما پیام بفرستین و پرسش که دارین با ما در میان بگذارین. ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنان پرسش های شما عزیزان در برنامه هستیم. جناب استاد همچنان با ما همراه هم کلام هستن و در رابطه با اخلاق یک شخص روزداری که مهم برای رمضان باید تاثیر مثبت بالای اخلاق یک شخص روزدار داشته باشه و اخلاق ما را سالم‌تر خوب‌تر بسازه صحبت های داشتن. و ما برمیگردیم در رابطه با اینکه چرا استاد بعضی افراد هستن که روزه ماه مبارک رمضان و گرفتن روزه ماه مبارک رمضان بالاشون تاثیر نمیگذاره، یعنی برای اخلاقشون تاثیر نمیگذاره، مثلا روزه میگیرن اما غیبت میکنن، روزه میگیرن اما دروغ میگن، حالا این چی باعث میشه که این افراد با وجود که روزه میگیرن اما نمیتونن از معنویات این ماه آنگونی که شاید باید است استفاده کنن؟ یکی بحث فقهی است و یکی بحث معنوی که فقها که حکم کردن با استنباط از قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم در یک موضوع وقتی که نظر میتن که آیا اینمی مسئله ای صحت داره یا صحت نداره. در مورد روزه هم کسی که از صبح تا به شام دهنش بسته است، از خورد و نوش، از جمع کردن دور است، این شخص روزه داره است، اما از نظر معنویش با سمی قسم شما گفتین کسی روزه میگیره غیبت میکنه، از نظر فقهی روزه صحیح شد، اما از نظر معنویش معلوم میشه که روزه معنویت نداره. حتی بعضی فقها در بشر از نماز یاد کردیم، کسی نماز میخونه در مسجد می رسول الله صلی الله علیه و سلم به او میگه که برو پس نماز بخوان، ارج فصلی فانک لم تصلی، بازگرد نماز بخوان، نماز نخوندی، در حالی که نماز خونده، یعنی نماز تو نماز صحیح نبوده، معنویت نداشه، بسیار به عجله به سرعت خونده، یا کسی نماز میخونه غیبت میکنه، دروغ میگه، میخسم که روزه میگیره، پس معلوم میشه که عبادتش معنویت نداره و عبادتی که معنویت نداشته باشه باز او قابل قبول نیست به درگاه پروردگار. اما قول عام مردم که بین ما شما مشهور است، من هندو سر خدای ناراست، که این بیچاره زحمت کشید تلاش کرد اما اونمو در قبولیت نرسید. یک کسی از نماز میخونه نه رکوعش معلوم از نه سجدهش. میبینن در حدیث میگه که اسوا الناس سرقتن الذي يسرق من صلاته، بدترین دزدام و دزدی است که از نماز خود دزدی میکنه. لا یتم رکوعها ولا سجودها، نه رکوعش تمام است نه سجدهش. در باب صیام در روزه میگه کم من صائم لیس من صیامه الا الظما، بسا کسایی است روزه میگیرن نتیجه روزیشان جز تشنگی چیز دیگری نیست. و همین قسم و کم من قائم لیس من قیامه الا السهر، بسا کسایی است قیام میگن شب تا به صبح قرآن میخونه اما نتیجه جز بیخوابی نیست. مثل که ما شما میبینیم ختمه امروز در نماز تراویح یک تعداد ختم میکنن، قاری صاحبای ما میشه از طریق رسانه دیگه هم است، از طریق رسانه شما می پیام دادیم برشان که قاری صاحبای عزیز قرآن قسمی بخونین که کما حقه صحیح مردم بفهمه، اما میخونن ماشاءالله مردم عوام هم میگن اگه بسیار قاری صاحب خوب خوان، چی خوان نفهمیدیم، خب بسیار زود ما را خلاص کرد، یعنی ببینین خیلی عبادت نشد، این فقط نمود دیگه از سر خود تیر کردن، دین ادا کردن. یا به قسم نماز از کسی نماز خواندی، آه ما خدا بیغم ساختیم، نماز غم میدانه، نماز به عشق علاقه، قسمی نماز ما بخو باید بخوانیم که انت عبد الله کانک ترا، در حدیث اومده الله را قسمی عبادت گویا الله را میبینی، فا ان لم تکن تراه فانه يراك، اگر الله را نبینی یقینا الله تو را میبینه، در نماز خشوع و خضوع حضور قلب، روزه هم که میگیریم در روزه تعهدی که با پروردگار کردیم که ما از خوردنوش همین قسم از دیگه منکرات ما باید دور باشیم. در غیر از او همو حدیث دیگه از رسول الله صلی الله علیه وسلم که معروف است، از من بیننده های عزیز ما شنیدن، بار بار علما میگن که من لم یدع قول الزور والعمل به، کسی که سخن دروغ عمل به دروغ ترک نکنه، فلیس لله حاجه فی ان یدع طعامه و شرابه، پس الله حاجت نداره به یکی خوردنی و نوشیدنی خود ترک کنه.
سپاسگزارم جناب استاد از معلومات مفید خوبی را که در برنامه امروز ارائه کردین. با امید از اینکه خداوند پاک بینی از ما را هم توفیق عنایت بکنه تا بتانیم از ماه مبارک رمضان، از روزه ماه مبارک رمضان و همچنین از تمام احکام و عباداتی که به ما فرض گردانده به بهترین شکل و با خشوع و خشوع قلب انجام بدیم تا به این ترتیب باشه که عبادات ما مقبول در گیری از ذات حق قرار بگیرد. تشکر میکنم از استاد هم که در برنامه امروز ما را همراهی کردن. خداوند برشان اجر بی پایان نصیب کنه. بینندگان هایت از تشکر شما هم که تا این دم ما همراه بودین. در حال حاضر یک میان برنامه پس زن با صوفیه جان همراه هم کلام شما خواهیم بود و همچنین مهمان برنامه حضور خواهند پیدا کرد.